دعوا بر سر قیمت گذاری خودروها ادامه دارد روزنامه باهار در شماره روز چهارشنبه خود نوشته گرانی و کمبود تنها خبرهای بازار خودرو در ماهای اخیر بوده به نوشته این روزنامه خودروسازان حال و روز خوشی ندارند و همواره با کاهش تولید روبرو هستند بر اساس تازه ترین آمارها تولید انواع خودرو در ایران در سه ماه نخست امسال بیش از 39 درصد کاهش یافته در حالی که به نوشته روزنامه باهار کسی بر سر حل مشکلات خودروسازان و کمک به افزایش تولید دعوا نمی کند روزنامه اقتصاد پویا در شماره روز چهارشنبه عنوان اصلی خود را به قیمتگذاری خود را اختصاص داده و نوشته مسئولیت این کار به سازمان حمایت واگذار شده است روزنامه گسترش صنعت در این باره یادآور شده که بحث قیمتگذاری خود را سال گذشته با دستور محمود احمدی نژاد آغاز شده محمد علی مددی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته بازار خودرو از دست دولت خارج شده این اظهارات در حالی بیان می شود که مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت گفته قیمتگذاری خودرو حرکتی است به سمت آنچه آقای وزیر آن را تله قیمتگذاری نامیده مهدی قزنفری گفته قیمتگذاری کالایی مانند خودرو اقتصاد ایران را گرفتار دامنه بی انتهایی از قیمتگذاری و کنترل می کند. در این میان خبرگزاری ایسنا از قول رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفته ادامه این مناقشه تنها حقوق مصرف کنندگان را زایه خواهد کرد. وفا زرباهاری صدای آمریکا.